صمیمانه ترین درودها، حسین حجازی هستم و برنامه امروز گلگشت رو از این لحظه شروع میکنم و با مهمان ارجمندی در قسمت دوم برنامه با شما همراه خواهم بود. مهمان امروز برنامه آقای مهندس حسن شریعت مداری هستن که ما به آلمان میرویم و پای سخنان ایشون مینشینیم. عرض کنم حضورتون که ممکنه تعجب بکنید که یک بار بنده با لباس تابستونی اینجا حضور پیدا میکنم، یک بار با لباس زمستانی. علت این امر این هوای عجیب و غریب جنوب کالیفرنیا هست که یک دفعه بخوایم با سانتیگراد یا فارنهایت این رو اندازه بگیریم، یک دفعه چندین و چند درجه تفاوت میکنه. یعنی تا چند روز پیش اینجا هوا تابستانی تابستانی بود، گرم گرم گرم، و از دو روز پیش گویی که دوباره شروع زمستانه و درجه حرارت اگه سانتیگرادش رو بخوام بگم شبا میره به زیر 10 درجه سانتیگراد و روزا میرسه مثلا 20 درجه 21 2 درجه، در حالی که در روزهای قبل حتی تا نزدیک 34 5 درجه سانتیگراد رفته بودیم. عرض به حضورتون که امروز پنجشنبه هست و در این روز پنجشنبه ما شاهد صحبت‌های آقای خامنه‌ای بودیم که ایشون تمام اون مسائلی رو که مطرح شده بود و شنیده بودیم که این بیانیه اونها رو حل و فصل کرده، خط بطلان کشیدن روش و معلوم نیست که این دوباره چه بازی است، برای اینکه اگر ایشون با این بیانیه از اول، این نظر بنده نیست، نظر بسیاری از کسانی است که در جریان مسائل هسته‌ای ایران وارد هستند و اظهار نظر میکنن که و خیلی هم واضحه با توجه به وضعی که در ایران بوده، ایشون فعلا یک کتاز میدان هستند و نظر ایشون نظر نهایی است و هرچی هم که ایشون بگن همونه. بنابراین آیا امکان این وجود داره که این آقایونی که رفتند و این همه این مذاکرات چندین و چند ساله رو بالاخره به یه نتیجه رسوندن که یه بیانیه‌ای در موردش صادر شد، آیا در جریان جزئیات این مذاکرات نبودن، نمیدونستن که این آقایون این بیانیه رو که پاش امضا گذاشتن چی توش بوده؟ حالا بماند که در مورد نیرنگ نیرنگ باز بودن کشورهای غربی به خصوص امریکا، از پشت خنجر زدن اونها، نمیدونم تمام این نکاتی رو که ایشون در صحبت‌های امروزشون مطرح کردن، صحبت‌هایی است که خیلی راحت میشه به خود ایشون هم نسبت داد، برای اینکه ایشون هستن که در طی این سالیان 36 ساله ای که جمهوری اسلامی روی قدرت بودن و بعد از فوت آقای خمینی روی آوردن به این نیروی اتمی و چیزی که آقای خمینی به کلی اون رو باطل دونسته بود و گفته بود این یکی از ظلم ها و یکی از اشتباهات و نمیدونم خطاهای محمد رضا شاه به گفته او بود و شاه هم نمیگو محمد رضا، و گویی اگر که ما نسبت به افراد اینطوری صحبت بکنیم خب اون ایشون اون افراد رو کوچک میکنیم یا با اهانت صحبت کردن راجبشون تأثیری داره در واقعیت امر. بنابراین در این رابطه علت این که اینو میگم، یکی از دوستان در رابطه با مقاله‌ای که یکی از صاحب نظران، یکی از کسانی که به هر حال قلم میزنند، نوشته بودند و به شدت به محمد مصدق، دکتر محمد مصدق زنده یاد محمد مصدق، پرخاش کرده بودند و گفته بودند که ایشون چه کارهای بدی کرده و اینا. دوست محترم من به ایشون گفته بود عزیز من قربون شما برم، شما با کوچک کردن دکتر مصدق بزرگ نمیشوید. حالا ما این رو به کرات میبینیم، این صحبت‌های اهانت‌آمیز راجع به اون چه که در گذشته بوده و هر چه که بوده، به هر حال باید اذعان کرد که هر چه که بود قابل مقایسه با این چیزی که امروز داریم نبود. یعنی ما آنچنان به قهقرا رفتیم که معلوم نیست که
برای بازگشت به همون چیزی که به قول اونها نبود برگردیم. شاید به عمر بنده که به طور قطع این چی میگن بقا نمی کنه، من نخواهم بود، ولی به هر حال کسانی که خواهند بود خواهند دید که این مملکتی رو که اینا شخم زدن، مملکتی رو که به این روز انداختن، بازگرداندن اون به همون شرایطی که آقایون اینقدر تخفیفش میکنن، بهش اهانت میکنن، قابل مقایسه نیست. کمبودهایی که در اون دوره بود به هیچ کس پوشیده نیست، مشکلاتی که اون دوران بود به هیچ کس پوشیده نیست. بنابراین این مسئله مسئله است که آینده نشون خواهد داد. و اما در مورد مسئله ای که پیش آمده و اختلافاتی که بین ایران و ترکیه و ایران و عربستان سعودی پیش آمده و کار خلافی که عده‌ای از ماموران امنیتی عربستان سعودی مرتکب شدن که گفته میشه مقامات عربستان سعودی به پی این هستن که مسئولین رو تحت تعقیب قرار بدن و مجازات بکنن، این دامن زده به این. و بعد بازگرداندن هواپیمای زائرین که گفته شد در آخرین ساعت که مثل اینکه دوباره اجازه دادن که هواپیما برگرده، اینا مسائلی است که خیلی میتونه نگران کننده باشه و آتش این اختلاف رو بیشتر و بیشتر بکنه. و بعدم اختلافی که ایران با عربستان سعودی داره در پی شورشی که حوثی ها در یمن شروع کردن و اونجا هم معلوم نیست که کار به کجا برسه و امید این هست که با مذاکره اونطوری که امروز آقای روحانی مطرح کردن این مسئله حل بشه و دامنه جنگ گسترده تر نشه، چرا که شروع جنگ آسان و خاتمه دادن به اون بسیار سخته. با اجازتون میریم به یک قطعه موسیقی لوری با انتخاب امیر درخشان عزیز گوش میدیم، دایا دایا وقت جنگه، که یکی از آهنگا و ترانه های مورد علاقه من هست. و بعد میرویم به آلمان و صحبت میکنیم با آقای حسن شریعت مداری. با ما باشید. شمشیر و دستش دقلا کردم و در شمشیر و دستش چی تلا برق میزنم یقوم و اسمش بیم یقوم و اسمش دایا دایا وقت جنگ دایا دایا وقت جنگ قطار که بالا سر پرشت شد و یبل پرشت شد و یبل برارونم خیلی هن هزار هزارن برارونم خیلی هن هزار هزارن سی تقاس خینمم سر بر میارن سی تقاس خینمم سر بر میارن دایا دایا وقت جنگ دایا دایا وقت جنگ قطار که بالا سرم پرشت شد و یبه پرشت شد و رسول اسمی بکش تینم حرومت کر رسول اسمی بکش تینم حرومت تا قیامت میمونم این انگ و نومت تا
قیامت میمونم اینم به نومت. دایا دایا وقت جنگ، دایا دایا وقت جنگ، قطار که بالا سرم پرشت شم من یوه پرشت شم. بینندگان عزیز، همونطور که در آغاز برنامه اشاره کرده بودم، مهمان ارجمند برنامه امروز آقای حسن شریعت مداری هستند، مهندس حسن شریعت مداری، که در طی سالهایی که من فعالیت مطبوعاتی و رسانه‌ای داشتم همواره از نظرات ایشون و تحلیل‌هایی که می‌کنند بهره‌مند شدم و خوشحالم که امروز هم با ما هستند. آقای شریعت مداری یکی از شخصیت‌هایی هستند که با اشرافی که به وضعیت داخل ایران و به خصوص در مورد طبقه روحانیون دارند و اطلاعاتی که از ایران به ایشون میرسه، صحبت‌هاشون مستند هست و قابل تعمق و تأمل. عرض کنم حضورتون که امروز سعی کردیم که از طریق اسکایپ با آقای مهندس تماس بگیریم که متاسفانه ارتباط خیلی بد هست به خاطر یا بار سنگین اسکایپ احتمالاً، و از طریق خط تلفن و تصویر ایشون با شما خواهیم بود. بینندگان عزیز، که بنشینیم پای صحبت‌های آقای مهندس حسن شریعت مداری. آقای شریعت مداری سلام می‌کنم خدمتتون و تبریک نوروزی رو که یک کمی با تأخیر، البته قبلا خدمتتون تبریک گفته بودم، تبریک میگم خدمتتون و تشکر میکنم از اینکه این فرصت رو دادید که در خدمتتون باشم. من هم خدمت شما و شنوندگان عزیز و بینندگان گرامی تلویزیون ایران فردا سلام دارم و سال نو رو به شما بینندگان گرامی و همه ایرانیان تبریک میگم. امیدوارم که بسیار سال خوبی باشه. امیدوار هستیم آقای مهندس شریعت مداری. آقای مهندس شریعت مداری، میخواستم اولین سوالم رو که در مورد این بیانیه هست از شما بپرسم و بعد صحبتهایی رو که امروز پنجشنبه که ما داریم این برنامه رو در خدمت شما ضبط میکنیم برای پخش روز یک شنبه، جویا بشم در مورد صحبتهای آقای خامنه‌ای در جمع مداحان که ساخته و پرداخته خود ایشون هستن این گروه، و خودش داستان سوایی است که ممکنه یک برنامه کامل رو من از شما خواهش بکنم در این باره صحبت بکنیم که خود این عمل چه پیامدهایی داشته و خواهد داشت، و در مورد صحبت‌های آقای خامنه‌ای که شاید به علت فشارهای زیادی که وارد آمد که ایشون چرا هیچی نمیگن، و البته بسیاری هم معتقد بودن که ایشون حرفاشون زدن وقتی که موافقت کردن که این گروه برن و این به اصطلاح بیانیه رو انجام امضا بکنن، به طور قطع جزئیات این بیانیه رو ایشون در جریانش هستن که امروز البته در صحبتاشون این رو به گونه‌ای خیلی هوشیارانه لاپوشونی کردند و گفتن که من در جزئیات که نیستم، مذاکره کنندگان اختیار دارن هر کاری میخوان بکنن، که این از اون شوخیایی است که فکر نمی کنم کسی هم باورش بشه. من به گوش هستم که صحبت های شما رو در این مورد بشنوم. خب در مورد این بیانیه لوزان بسیار صحبت ها گفته شده و شاید مورد جدیدی نباشه که من زیاد بگم، جز این که خب نتیجه هر چه باشد هنوز 3 ماه فرصت باقی است تا ببینیم که اصولا نتیجهی در کار خواهد بود یا نه. یعنی تنها فرقی که با قبل از این تفاهم نامه شاید به وجود آمده اینه که امروز ما میدانیم که مشکلاتی که، یا دقیق‌تر می‌دانیم که مشکلاتی که بر سر اون حداقل علناً نتوانستن تفاهم کنند، یا تفاهمی را که مخفیانه کردند هیچ کدام در کشور خودشون به دلواپسان خودشون و به مخالفین خودشون نمی‌توانند به آسانی بفروشند، اینا واضح‌تر شد.
وگرنه اتفاق جدیدی همونطور که هم در آمریکا آقای اوباما گفتند و هم در ایران آقای خامنه‌ای و آقای روحانی، به یک اتفاق حقوقی جدید که مبتنی بر یک توافقنامه پرپاقوس و یک میکانیسم کامل اجرای اون باشه ما شاهدش نیست. ولی تا همینجا که چیزهایی که بیرون آمده، وقتی ما صحبتهای آقای اوباما رو گوش میکنیم، تکشیت طرف آمریکایی رو میبینیم و صحبتهای آقای روحانی و بیشتر آقای خامنه‌ای رو شاهدش هستیم، گویا اون که در سطح ظاهر حداقل اختلافاتی که باقی است به قدری عمیق و اساسی است که هنوز اراده سیاسی کافی برای یک تفاهم و دسترسی به یک توافقنامه قابل اجرا به دست نیومده. مگر اینطور فرض کنیم که این توافق ها شده و 3 ماه وقت لازم است که طرفین بیازمایند که آیا میتونن در مملکت خودشون اون رو به مخالفین بفروشن یا نه. اگر این فرض رو بکنیم، خب معنیش این هستش که ما یک ظاهری تو این مذاکرات داریم و یک باطنی، و یک سری کارها رو هم آقای خامنه‌ای میداند، هم پرزیدنت اوباما و هم آقای روحانی و تیم مذاکره کننده، که کارها بر این روال پیش خواهد رفت. ولی این رو که علنی بکنن در حقیقت جرأتش رو ندارن یا توانایی یا ظرفیتش رو ندارن. در حقیقت اون که در لوزان پیش رفت، من اسمش رو دیپلماسی معکوس گذاشتم، یعنی دیپلماسی که هدفش بیشتر از اون که تفاهم یا توافق بر متن و مدلول این تفاهم نامه باشه، در راه پیدا کردن فرمول و بیانی بود که برای دو طرفی که در آمریکا و اروپا از یک طرف و البته اسرائیل، عربستان و سعودی و همپیمانان منطقه‌ای آمریکا از یک سو و از یک سو دلواپسانی که در ایران هستند، برای همه اینها قابل عرضه باشه و مخالفت شدیدی و سرزارون نباشه. در حقیقت این 10-12 روز مذاکره فشرده و شبانه روزی بیشتر از اون چی که مربوط به جزئیات فنی لاینحل یا جزئیات حقوقی بغرنج باشه، در مصروف این شده به گمان من که با استفاده از ظرافت‌های زبانی چنان نگارشی رو به عمل بیارن که قابل تحویل باشه و تحویل اون در جهتی امکان داشته باشه که دو طرف کاملا متخاصم بتوانند اون رو بپذیرند یا نتوانند بر علیه اون به اتحادی دست بیابند که اون رو ملغا بکنند. بنابراین اگر بر این اساس ما فرض رو بگیریم، در حقیقت این تحریم ها باعث شده که در حد زیادی مسئله حل بشه و ایران ناچار بوده که از موضع شخصی که میخواهد اون رو پیروزی به علم بیاره، اون چرا که 5+1 در نظر داشته، در حقیقت اون امتیازات رو بده و کار رو به جایی برسونه. ولی با این وجود، به علت مخالفت هایی که در هر دو طرف هست، سرنوشت این توافقنامه، حتی اگر بپذیریم که بین مذاکره کنندگان تفاهم کاملی وجود داشته و فقط مانع اون طرز اعلام اون بوده، ممکنه که رسیدن به یک توافقنامه ناکام بمونه به خاطر حوادثی که تو این 3 ماه بیفته و فشارهایی که طرفین بیارن. امروز آقای خامنه‌ای در مورد محورهایی که اصولا تفاهم غربی ها به اون خاطر بوده، یک خط قرمز هایی رو گذاشت که اگر واقعا فکر کنیم این خط قرمز ها رو ایشون قدرت داره که تا آخر نگه داره و تیم مذاکره کننده
در وضعیتی است که مجبور این حرفای ایشون رو رعایت کنه، این کار هرگز به جایی نخواهد رسید. برای اینکه غربی ها مذاکره میکنند از یک سو راستی آزمایی کنند ایران رو، و این مستلزم این معناست که حداقل قرارداد الحاقی رو، موافقتنامه الحاقی رو ایران برای مدت زیادی به طور داوطلبانه عمل کنه، و عمل به این موافقتنامه الحاقی مشروط به این شرط است که به طور سرزده بتوانند سایت های نظامی رو بازدید کنند، چیزی رو که خامنه ای ممنوع کرده، و سایت های غیر نظامی رو آنلاین همیشه زیر نظر داشته باشند. بنابراین این که ایشان میگویند که به هیچ وجه ما توان دفاعی خودمون رو، که البته در این که این توان دفاعیست یا تهاجمیست شک بسیاریست، ولی به اساس توان دفاعی خودمون رو نمیگذاریم کم بشه، و نه این که خواهیم گذاشت که اینها به سایت های نظامی ما دسترسی پیدا بکنند، و هم این که با امضای این توافق نامه بلافاصله همه تحریم ها باید ملغا بشه، چیزی که آقای روحانی هم گفتند، خب در حقیقت تعلیق به محال یا شرایط بسیار سختی است که ایران فعلا در موقعیتی قرار نداره که چنین چیزهایی رو بتونه به 5+1 دیکته کنه، و معکوس قضیه که 5+1 بتواند خواستهای خودش رو بیشتر پیش ببره بسیار زیادتر. خیلی متشکرم. آقای شریعت مداری، نظر خود جناب عالی چی هست؟ آیا علارغم این که ادهی گفتن این پیشنویسه، ادهی گفتن که این چرکنویسه، ادهی گفتن که این فقط یه بیانیه است، آقای خامنه‌ای در من گفتش که این به اصطلاح نتیجه صحبت‌های ایشون رو میشه خلاصه کرد به این که این بیانیه و اجرای اون نه به داره نه به باره، و همونطور که گفتی تمام اون نکاتی رو که همواره از روز اول مورد بحث بوده که ایران باید رعایت بکنه ایشون امروز رد کرد تو صحبتاش، ولی در طول مدتی که او سکوت کرده بود عده‌ای اظهار نظر کردن که این تفاهم نامه در واقع جام زهر دیگری است که این بار آقای خاتمی باید بنوشه. میخواستم نظرتون رو جویا بشم، نظر شخصیتون. آقای خامنه‌ای، آقای ببخشید، آقای خامنه‌ای جام زهر رو باید بنوشه، و این رو موقعی که این قرارداد نهایی بشه خواهد کرد، این کار رو خواهد کرد، ولی امروز ایشون خیلی روشن و واضح نقطه نظرهای خودشون رو گفتن، نقطه نظرهایی که نمیدونم اگر که اینطور مطرح بود چطور همین بیانیه تا اینجا پیش رفته، مگر نه این است که ایشون در تمام جریانات و جزئیات این مذاکرات شخصا دخالت داشته؟ بله، ببینید محاسبه ایشون از لحاظ بین المللی در روی این واقعیت که برای آقای اوباما هم رسیدن به توافق جامع با ایران یک همه حیثیتی شده. بله، و برای ایشون و تیم ایشون هم آسان نیست که این مذاکرات به هم بخوره. ایشون میخواد نهایت استفاده رو از این استیصال آقای اوباما در این مورد بکنه. همچنین فکر میکنم تحلیل آقای خامنه‌ای و آقای روحانی اینه که دیگه بین اعضای اتحادیه اروپا و آمریکا توافق قبلی بر سر تحریم‌های شکننده در ایران بسیار سخت خواهد بود. از طرف دیگه حساب میکنم که اگر به شورای امنیت سازمان ملل تحریم‌ها برای لغو بره و طی یک قطعنامه که توافق شده تحریم بشه، دیگر تجدید اون بسیار سخت خواهد بود، چون روسیه با وضعی که با آمریکا داره تجدید تحریم های قبلی رو امید دارن که وتو بکنه. بنابراین فکر میکنم که در موضعی هستن که بعضی از چیزها رو میتونن دیکته بکنن، و به نظر من این تحلیل یا این گمانه‌زنی آقای خامنه‌ای و روحانی از این جهت غلطه که با وجود اینکه برای اوباما و تیمش این مسئله حیثیتی است، ولی گذشتن از منافع ملی آمریکا و پا
پشت کردن به متحدین منطقه‌ای با رسیدن به توافق بعد به مراتب برای آقای اوباما و حزب دموکرات خسارتش بیشتر خواهد بود و بنابراین اگر هم دایر بشه که توافق بد را انجام بدن یا انجام ندن، با وجود خطرات حیثیتی که برای آقای اوباما داره، به احتمال قوی از چنین از ادامه چنین مذاکراتی صرف نظر خواهد کرد و حتی اگر اروپایی ها هم به این زودی همراهی کامل رو با آمریکا نکنند، این بار آمریکا از راه های دیگری تحریم ها رو تشدید خواهد کرد و گزینه های منطقه‌ای خودش رو در ضدیت با ایران فعالتر خواهد کرد تا ایران رو زیر فشار بگذاره و ریسک‌های جدیدی رو از ایران تحمیل خواهد کرد. بنابراین اگر واقعا جدی بگیریم این حرفای آقای خامنه‌ای رو و فکر کنیم که در حقیقت ایشون دو نوع حرف نمیزنه، یکی در خلوت و یکی در جلوت و صحبت‌های در خلوتش این هست با آقای روحانی و دیگران که برید کار رو تمام کنید، ولی از بلندگوها که استفاده میکنه مخالفت میکنه، اگه چنین فکری نکنیم باید گفت که معلوم نیست در عرض این سه ماه و بعد از سه ماه مذاکرات به نتیجه برسه. ولی اگر تحلیل دیگری هم این است که قضایا حل شده، که من هم بیشتر فکر میکنم اینطوریست و طرفین بسیار دغدغه دارن که چگونه این رو در داخل مملکت خودشون با کمترین هزینه به مخالفین چنین قراردادی بفروشن. برای اینکه شما مثلا ایران رو که در نظر بگیرید، اگر چنین توافقنامه‌ای واقعا برقرار بشه، اگر اوضاع ایران با قدرت‌های غربی معمولی بشه، خب یک تعادل نیروی جدیدی در بین حکومت ایران برقرار خواهد شد، وضع سپاه تعدیل خواهد شد، نیروهای نظامی و سپاه وضعیت فوق‌العاده‌ای رو در دنیا نخواهند تونست به مردم بفروشند، یک دشمن جهانی مثل آمریکا تبدیل به یک متحد میشه در میان مدت و نمیشوان اتحاد خودی ها رو بر حول یک دشمن جهانی ترتیب داد و خیلی چیزهای دیگه عوض میشه و این عوض شدن خیلی چیزهای دیگه ریسک هایی رو بر این نظام تحمیل میکنه که قبول اونها بسیار سخته و فقط اثر ناچاری مجبور اونها رو قبول کنه، با توجه به این مسئله که علاوه بر این نگران این هست که هم چوب رو بخوره و هم پیاز رو، یعنی هم توافقها رو قبول کنه و هم روابطش با آمریکا عادی نشه و در سطح منطقه هم تحت فشار بیشتری قرار بگیره. بنابراین در حقیقت هنوز خیلی زود ما قضاوت کنیم که آیا واقعا توافقا شده، هرچند که من مایلم اینطوری فکر کنم، یا اینکه نه به علت موانع بزرگی که وجود داره هنوز طرفین دودل و مرددند و اراده سیاسی برای رسیدن به توافق نیست و هر کس میخواد تا اونجایی که ممکنه امتیازات بیشتری از هر دیگه بگیره. آقای مهندس شریعت مداری، اگر که این تفاهم نامه تا سه ماه دیگه نهایی نشه، شما حدستون چی هست در مورد آینده رابطه ایران با کشورهای پنج علاوه یک به خصوص امریکا؟ و سوال دیگری که اگه به اختصار فرصتی از توضیح بدید، بعد از فقدان آقای خامنه ای ما چه گزینه ای رو میتونیم پیش بینی بکنیم؟ لااقل سردستی و خیلی، چون الان واقعا نمیشه خیلی چیزا رو پیش بینی کرد، آیا شما هیچ ایده ای دارین راجع به اینکه بعد از خامنه ای چه خواهد شد؟ راجع به این دو سوال میخواستم که اگه ممکنه پاسخ بدید. بله، نسبت به موضوع اول، خب ببینید ایران در وضعیت بسیار بد اقتصادی و از سر ناچاری پای این مذاکرات نشسته. اگر چنین تحریمات این اثری رو نگذاشته بود، اون که به نفع این نظامه و به ضرر مردم بود، کماکان ادامه این وضعیت نه جنگ و نه صلح بین ایران و غرب و کشورهای منطقه بود که همه رو دشمن تلقی کنند،
همه آزادی ها در مملکت جلوش رو بگیرند، یک عده‌ای به اقتصاد متعلق بشن و هر طوری که میخوان این بقیت و ضعف سفره نفت را به جیب خودشون بریزن و بقیه هم نتونن کاری بکنن برای اینکه سرکوب بکنن. این وضع اینا به آسانی نمیخواستن و نمیخوان از دست بدن و اثر ناچاری اگه این توافق نشه فروپاشی اقتصادی اولین احتمال بزرگی است که در سر راه ایرانه. از سوی دیگر این تفاهم نامه‌ای که هیچ بار حقوقی نداره یک بار عاطفی بسیار مهم می داشته و مردم رو که مدت هاست خسته شدن و می خواهند که یک نوعی از شر این پرونده اتمی خلاص بشن چنان به وجد آورده که فشار افکار عمومی بسیار بزرگی رو به نظام وارد میکنه. روزنامه ها به کار افتادن، خبرنگار ها مقاله می نویسن. دیروز در این اطلاعات بین المللی که ایران چاپ میکنه شخصی نوشته بود که کسانی را که باعث تشدید تحریم ها شدن باید به دادگاه ها معرفی کرد. خب یکی از این کسان که باعث تشدید تحریم ها شده خود آقای خامنه ایه. بله. البته اون اسم رو ننوشته بود و طوری نوشته بود که گمانه ها به سوی احمدی نژاد می رفت. بله. ولی کدام عاقلی است این مقاله رو بخونه و ندونه که در رأس کسانی که باعث تشدید تحریم ها شدن و در رأس کسانی که پرونده ایران به شورای امنیت رفت این کار قبل از آقای احمدی نژاد و یا بلافاصله اول دوره ریاست جمهوری آقای احمدی نژاد بود و شخص رهبر در اون دخالت بیشتری داشت. بنابراین این بار عاطفی و این خوشحالی و شعفی که در مردم ایجاد شده سطح توقعات رو به قدری بالا برده که پایین آوردن اون بر این حکومت با هزینه بسیار گزافی توام خواهد بود و بنابراین خیلی هم آسون نیست که اینا این توافق انجام ندن و اگر انجام بدن شکاف خودشون رو با ملت و تعداد ناراضی ها رو به مراتب بیشتر خواهند کرد. متشکرم. به طرف دیگه خواهش میکنم. بفرمایید. خواهش میکنم. بله. از طرف دیگه خب وضعیت منطقه‌ای ایران درش تفاوت بسیاری خواهد بود. همه میدانن که یک مذاکره پنهانی هم بین آمریکایی‌ها و سپاه بوده و همکاری‌های معینی هم در عراق داشتند. شما می‌بینید که از مدتی پیش این به عکس خودش تبدیل شده. آمریکایی‌ها تحت فشار عربستان سعودی اجازه ندادن ایران کمک کنه به بسیجی‌های عراق یا این عده‌ای که تحت نفوذ روحانیون شیعه عراقی بودن که مرکز تجلیس رو بگیره. سپاه عراق با اینها همکاری نکرد و خودش مرکز تجلیس رو به کمک بمباران‌های آمریکا گرفت. در یمن هم از امروز آقای کری اعلام کرده که ما میدانیم ایرانی ها اونجا با روسیه چه کمکی میکنن و ما در صحنه یمن هم غایب نخواهیم بود. یعنی همکاری خودش رو با عربستان بیشتر خواهد کرد و بنابراین ایران هم این واقعیت رو میدونه و میدونه که در این تقسیم قدرت در منطقه به دعوای اون شروع شده اگر با آمریکایی‌ها نزدیک نشه بازنده خواهد بود و اگر باخت تا مدت‌های مدیدی در منطقه اثر بزرگی نخواهد داشت. ولی اگر با آمریکایی‌ها نزدیک بشه و با اروپا نزدیک بشه یکی از مدعیان قدرت منطقه خواهد بود و بقیه مجبور خواهند شد که حضور ایران رو هم در منطقه بپذیرند و اون رو تحمل بکنند. در مورد آقای خامنه‌ای که گفتید البته گمانه‌زنی بسیار سخته برای اینکه عمر دست خداست و کسی نمیدونه ایشون تا کی زنده خواهد بود. ولی اگر در کوتاه مدت اتفاق بیفته اولا اگر این قضیه اتمی حل نشده باشه و ایشون از بین بره یعنی از این دنیا بره حل این مسئله اتمی بسیار سخت خواهد بود چون در تعادل نامعلومی که بعد از ایشون اتفاق خواهد افتاد و نزاهایی که برای کسب قدرت پیش خواهد آمد ممکن است که اصلا رسیدن به پرونده اتمی یا رسیدن به توافق اتمی
امری بسیار سخت و محال بشه. از سوی دیگر در مورد جانشینی ایشون هم احتمالاً نزاع‌های زیادی پیش خواهد اومد، حالا مثل بعد از فوت آقای خمینی نیست و مقدمه این نزاع‌ها از هم اکنون معلومه. ما سپاهی داریم که مدعی قدرت روحانیتی داریم که عادت کرده 37 سال بر کرسی قدرت باشه و سپاه زیر دستش باشه. با رفتن آقای خامنه‌ای معلوم نیست که این نوع تقسیم قدرت بین روحانیت و سپاه به همین صورت بمونه. و جامعه مدنی داریم که خواستهای فراوانی داره و اگر سرکوب در یک دوره فترتی هم از بین بره، این جامعه مدنی به شدت فعال خواهد شد و معلوم نیست که در حقیقت در اوضاع بعد از فوت آقای خامنه ای همه این عواملی که شمردیم چه برایندی در آخر خواهند داشت. بنابراین پیشبینی وضع دقیق یا وضع نسبتاً دقیق آینده به هیچ وجه معلوم نیست، به خاطر اینکه تعادل قدرت بعدی یک تعادل موزونی نیست، ممکنه خیلی اتفاقات پیش بیاد و زمان فوت هیچ کسی از جمله آقای خامنه‌ای هم معلوم نیست که اصلا بتونه جمانه‌زنی دقیق‌تری بکنه. خیلی متشکرم. من علت اینکه این سوال رو ازتون پرسیدم این هست که با یکی از مهمانان برنامه که صحبت میکردم معتقد بودن که دیگر ما در جمعی که الان در ایران هستند کسی رو هم در واقع در تساوی با خامنه‌ای نمیبینیم و احتمالاً بعد از او این سپاه هست که بازیگر اصلی سیاست ایران خواهد بود و دیگر هم از ولایت فقیه اثری باقی نخواهد ماند. این هم یک گمان زنی دیگر است. نمیدونم شما با این نظر تا چه حد موافقید. خب این هم یکی از احتمالاته، ولی فراموش نکنیم که آقای خامنه‌ای موقعی که به این مقام منصوب شد از کسانی که اکنون مدعی ولایت فقیه آیندن نه تنها چیزی زیادتر نداشت، بلکه خیلی پایین‌تر از اونها بود. منبری معروفی بود که در حقیقت هیچ سابقه بودن در سلک روحانیون و بلند پایه رو نداشت و سواد این کار رو هم نداشت که اکنون هم ایشون نداره. بنابراین این که فکر کنیم شخصیتی وجود نداره خیلی با سابقه تاریخی نمیخونه، مگر اینکه بگوییم قدرتی که یک نفر یک چوب رو بیاره و اونو تبدیل به ولی فقیه بکنه دیگه تو این نظام نیست. بله. این صحیحه، ولی معنایش این نیست که به جای این فقط یک سپاه هست که قدرت کامل داره و خواهد اومد. سپاه اولا یک پارچه نیست، درش تمایلات گوناگونی هست. ثانیا روحانیت هم یک ارگان بسیار پرقدرتیه و جامعه مدنی هم جامعه است که در قیاب آقای خامنه ای ممکنه که خیلی فعالتر از وضعیت فعلیش بشه. نتیجه در حقیقت تقابل یا تفاهم نیروهای اجتماعی است، یا سپاه و روحانیت قبل از فوت ایشون یا در خلال فوت ایشون با هم میسازند و قدرت رو تقسیم میکنند و اون وقت جامعه مدنی زیاد رولی نخواهد تونست بازی کنه، یا بلوک های مختلف قدرت در اینکه قوی بشن و در این مبارزه قدرت سهم بیشتری رو به دست بگیرن به یارگیری از جامعه مدنی و اجتماع خواهند پرداخت و دعوا در حقیقت دعوای نامعلومی خواهد شد. در صورت یک سناریویی نیست که بشه در بارش توافق کرد و باید روی چند سناریو فکر کرد. ممنونم. آقای شریعت مداری، چه کسانی رو فکر میکنید که در جمع افراد کهنسالی که الان در ایران هستند میشه حدس زد که بعد از خامنه ای جانشین او بشن؟ گفتید وجود دارن اینا، عده‌ای معتقدن که دیگه کسی به خصوص سپاه حرف روحانی رو نخواهد خواند و این تفاهم و همبستگی که بین آقای خامنه‌ای بوده و سپاه
دیگه داره به پایانش میرسه با مرگ او. خب ببینید بستگی داره به این که چه سناریوهایی رو فکر کردن در ایران و روی کدوم ها دارن کار میکنن. این که ما فکر کنیم اینجا آقای خامنه‌ای مریض هست و ممکنه صحنه قدرت رو ترک کنه، هیچ فکری راجع به جانشینیش نشده، خطاست. حتما در تیم تانک ها و اتاقهای فکر نظام سناریوهای مختلفی است که ممکنه سرش توافقی هم نباشه ولی خب مطرح باشه. از جمله این که ممکن است صحبت هایی بین روحانیون بلند پایه و سران سپاه باشه که اگر ایشون رفتن ما قدرت رو بین خودمون چگونه تقسیم کنیم. افرادی که میتونن بیان خب بسته به مدلی که چه تفاهمی بشه. آقای رفسنجانی و دوستانشون مایلن یک شورای رهبری تشکیل بشه که البته طبق قانون اساسی فعلی قابل تحقق نیست برای اینکه پیشبینی نشده، ولی در ایران چیزی که رول بزرگی بازی نمیکنه قانونه و اون رو مثل شورای تجدید نظر قانون اساسی قبلی میشه دوباره تجدید نظر کرد و به رفراندوم گذاشت. برصورت اون جناب میخواد که یا حسن خمینی رهبر بشه و خانواده خمینی سر کار بیاد یا یک شورای تشکیل بشه که چند نفر از اینها هم عضوش باشن. از طرف دیگه نهاد رهبری بیشتر دنبال اینه که اگر پذیرفتن پسر آقای خامنه ای، اگر چون ایشون خیلی در خفا بوده و هیچ جون رو نمیشناسه و معروفیتی نداره، اگر نشد آقای هاشمی شاهرودی یا یک کس دیگری از اون قبیل رو بیارن. به هر صورت این که آیا موفق خواهند شد این نقشه هایی که میکشن اجرا کنن، آیا اختلافات به اوج خودش نخواهد رسید، آیا مرجعیت کنونی یک نفر دیگر رو در شورای رهبری قبول خواهد کرد، آیا سپاه تمکین میکنه یا نه، معلوم نیست. گزارش هایی هم از که آقای روحانی هم بیمیل نیست که به عنوان یک رهبر معرفی بشه در آینده، به خصوص که اگر بتواند توافق اتمی رو در کارنامه پیروزی های خودش به ثبت برسونه و به کمک این سرمایه پارلمان یا مجلس آینده رو اکثریت رو تصاحب کنه و در حقیقت قدرت بزرگی داشته باشه، بتونه به مردم تکیه بکنه و با سرمایه مردم به مسافه دیگران بره، خب اینا همه عوامل اقوا کننده است که شاید ایشون رو هم تحریک کرده. ولی تا این مذاکرات به نتیجه نرسه و اگر به نتیجه نرسه در حقیقت ایشون بازنده اصلی این صحنه خواهد بود، برای اینکه همه هدف خودش رو از ابتدا برای به نتیجه رسوندن این مذاکرات اعلام کرده و اگر این تنها هدفی که در مقابل هزاران نقیصه که دولت ایشون داشته از جمله تعداد اعدام‌ها، بدتر شدن وضعیت حقوق بشر و گرانی و اختناق ها، اگر این یک نکته رو هم نتواند به نتیجه برسونه و به حساب مثبت خودش واریز بکنه، اون وقت دلیلی برای اینکه ایشون اصولا بتواند در سر قدرت بمونه وجود نخواهد داشت. آقای مهندس دو سه دقیقه وقت داریم، شاید سه دقیقه. در این سه دقیقه یک سوال من بی جواب موند. شما با این به طور کلی با اون اطلاعاتی که در اختیار هست با این موافقتنامه موافقید یا مخالفید تا اینجای کار و با اون چه کشنده میشه؟ و دوم این که آیا این مخالفت های شدیدی که با این طرح میشه یا با این بیانیه میشه از طرف اسرائیل رو مؤثر میدونید در شرایطی که پیش آمده یا نه؟ به طور کلی من فکر میکنم که حداقل اگر توافقی بشه ما در مسیر اشتباهی که این نظام رفته و ما را در جهان منزوی کرده. اینجا مسئله یک نظام فقط نیست، یک ملت چوب این اشتباهات دو دهه دو و نیم دهه اخیر
اینها رو در مورد اتمی و اشتباهات دهه اول انقلاب رو در ادامه جنگ با عراق داد و تسخیر سفارت آمریکا البته اون موقع. بله. اگر جلوی این زیان گرفته باشه و هر صورت نوعی منفعت، و به این دلیل اگر ما به توافق برسیم از یک سو این نظام از کشورهای از زمره کشورهای بدخیمی که دائما باید تحت فشار باشه و این فشار به مردم منتقل میشه، منتقل میشه در زمره کشورهایی که کشورهای غربی باش میتونن روابط عادی داشته باشن، از طرف دیگه این خسارت بزرگ مادی یعنی بیش از 1,000 میلیارد دلار رو که در عرض این مدت برای هیچ و پوچی صرف کردیم که نه تنها دستاوردی نخواهد داشت بلکه 25 سال هم باید میلیاردها خرج کنیم و علاوه بر اون خودمون رو تحت بازرسی نیروهای بین المللی قرار بدیم که مانند دزدی در زیر ذره‌بین شب و روز ما را رصد کنن که ما بادا تخلف کنیم. این نتیجه این کاری که این آقایون کردن و به هیچ وجه منافع ملی و حاکمیت ملی مورد نظرشون نبوده، تنها حاکمیت خودشون و منافع خودشون مورد نظر بوده و بنابراین اگر جلوش گرفته بشه مسلم منافع ماست. بعضی ها صحبت نقض حاکمیت ملی و نقض منافع ملی رو میکنن. این نقض حاکمیت ملی و نقض منافع ملی در روز 12 فروردین 1358 موقعی که رفراندوم جمهوری اسلامی به نتیجه رسید و در انتخابات مجلس خبرگان یک بار برای تاکنون انجام شده و این نظام نه نماینده حاکمیت ملی است و نه نماینده منافع ملی. بنابراین در این میان چیزی که نقض نشده منافع ملی و حاکمیت ملی است و اون که ما به دست میاریم در حقیقت جلوگیری از بهانه ایست که اونها تحت این بهانه اوضاع رو فوق‌العاده اعلام میکنند، دشمن بزرگ رو خلق اعلام میکنند و وحدت طرفداران خودشون و پاره ای از اجتماع رو در اثر این دشمن خارجی به دست میارن و پایه اجتماعی خودشون رو گسترش میدن. با تمام شدن این قضیه و این صحبت بازی این بهانه هم از دست اینها گرفته خواهد شد. خیلی ممنونم آقای مهندس. متاسفانه فرصت خیلی کمی داریم، ممکنه در کمتر از یک دقیقه نظرتون رو بفهمید راجع به سوال بعدی که مطرح کردم. آیا مخالفت های اسرائیل و به خصوص آقای نتانیاهو با این طرح مؤثر بوده و شرایطی که الان پیش آمده یا نه؟ فقط یه جمله کوتاه اگر بفهمید. من فکر میکنم که مخالفت های آقای نتانیاهو و عربستان سعودی مؤثر هست به دلیل اینکه روی سیاست آمریکا و نه آقای اوباما اثر گذاره. یعنی آمریکا از یک سو متحدین منطقه‌ای خودش رو نمیتوانه در دست بده، لابی بزرگ اسرائیل و لابی عربستان در آمریکا میتونن عمل کنند، ولی از سوی دیگر نمیتواند این مخاصمه رو دائما با ایران ادامه بده به خاطر حفظ متحدین منطقه‌ای خودش. بنابراین مقداری اثر وجود داره ولی این اثر به قدری نیست که جلوی مذاکرات رو بگیره. متشکرم آقای مهندس شریعت‌مداری، تشکر میکنم از شرکتتون در برنامه. به شما شب بخیر میگم در آلمان و در اینجا خداحافظی میکنم از همه بینندگانی که لطف کردید. خواهش میکنم. شب شما بخیر. از همه شما تشکر میکنم که حوصله کردید و به برنامه توجه فرمودید. و تشکر میکنم از امیر درخشان عزیز که کارگردانی فنی برنامه رو به عهده داشتن. تا هفته آینده و برنامه دیگر، روز و روزگار به شما خوش.